به نام خدا. با سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز. شعبان اسلامی هستم، مدرس و نویسنده کتاب هنگ و دنگ. با دوتار شمال خراسان در خدمتتون هستم. خب همونطور که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یکی از فاکتورهای مهم برای آموزش دوتار داشتن یک ساز کوک و کوکی که مناسب صدای خواننده یا نوازنده باشه. ما در زمانهای گذشته که نرم افزار نبود، دستگاهی به نام تیونر یا مشابهی نبود، بیشتر هنرمندها با توجه به وسعت صداشون می اومدن سازشون رو کوک میکردن و در مجالس اجرا میکردن. به عنوان مثال یه نفری که میخواست از اول شروع بکنه، خب میومد تو مجلس، نیازمند این بود که اول یه مقدار از کوکای پایین‌تر شروع بکنه تا اینکه صداش یه مقدار گرم بشه. بعد سیم بالا رو با توجه به وسعت صدای سیم پایین می اومد کوک میکرد به این صورت. ما در خراسان دو کوک خیلی مهم داریم، یک کوک بم و یک کوک زیر. کوک بم معمولاً به کوک ترکی هم معروفه، روی هم پرده هفت تنظیم میشد، یعنی به این صورت. نوای کوک هم بهش میگفتن، یعنی پرده دور هم میگرفتن. شروع کردم به خوندن تا وقتی که یه مقدار صداشون گرم بشه. بعد اگه احساس کردن صداشون گرم شده، ای کم کم کوک بیشتر بالاتر می‌برد. این صورت. می‌گذشتم صبح دم بر عرصه بازار مست، عارفی دیدم روان در خانه خمار مست. زاهدی دستم گرفت در خانه قای شیخ برد، خفته در سجاده دیدم تسبیح و زنار مست. سر درون باغ بردم سر به سر مستن همه، باغ مست و زاغ مست و قمری در گلزار مست. یار 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 حبیب یا کریم، لیلی 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 لیلی. و همین صورت با توجه به وسعت صداشون، خب آهنگا رو میخوندن و معمولا هم در ابتدای مجالس از آهنگای مثل نوایی، نوایی شمال خراسان که الان یه نمونهش رو من اجرا کردم استفاده می کردم، به این دلیل که هم نعت پیامبر، نعت بزرگان و امامان بود و همین که از نظر تکنیکی آهنگ خیلی قابلی بود و در مجلس چشم پرکن بود. و اما بعد از اینکه یه مدتی کار می کردن، کم کم سیم پایین رو می بردم بالاتر. مجدد بر با توجه به حالا وسعت صداشون، گفتم یا ترکی کوک میکردن یا کردی کوک یا زیر کوک. اگر رو پرده هفت ما کوک بکنیم میشه ترکی کوک در اصطلاح خراسانی یا بم کوک، و اگر ما یه مقداری اینو شلترش بکنیم میاد رو پرده پنج، میشه کوک کردی یا کوک زیر. و با توجه به همون مثلا آهنگشون اجرا میکردن.
همین صورت. و اما برای هنرجوهای عزیزی که خب آشنایی در ابتدای کار گوشاشون انقدر قوی نیست که بفهمند سازمون کوک است یا کوک نیست، ما خب توصیه میکنیم که در ابتدای کار از نرم افزارهایی که در گوشی های اندروید وجود داره یا دستگاه هایی که خب به صورت فیزیکی هست میتونن استفاده بکنن و با توجه به وسعت صداشون و یا اینکه میخوان تک نوازی بکنن صدای سازشون رو کوک بکنن. برای این کار ما خب اغلب گوشی های اندروید نرم افزاری به نام داتیونر هست یا مشابه همین نرم افزار خیلی زیاده که مخصوص کوک هاست. اما ما یه دوستان خواهش میکنم که اسلاید رو برای ما باز بکنن تا من جدول کوک ها رو براتون بگم. معمولیش برای آموزش دوتار که دوستان عزیز میخوان فقط صدای کیفیت داری داشته باشه و نمیخوان بخونن، این گزینه تار زیر گزینه سی این هست. یعنی ما بیایم در اصل اگر تو گوشی های اندروید دقت بکنیم ما با سی بخوایم کوک بکنیم میشه در اصطلاح موسیقی دو ره می فا سولا سی. این سی ما میشه دو در اصل. تو گوشی باید یه مقدار برخلاف عقربه‌های ساعت اینو بچرخونیم تا روی سی چار این آرام بگیره و رنگ چیزمون سبز بشه، اون عقربه سبز بشه. بعضی هم ساعت عقربه یه که در وسط قرار میگیره. خب این شد سیم پایین یا تار پایین. و اما تار بالا گفتیم دو حالت داره، یا کوک فا هست که تار بم هست، یا کوک سل هست که تار زیر هست، یا ترکی کوک و کردی کوک هست. ما معمولا به نام در خراسان به نام ترکی کوک و کردی کوک میشناسن، ما هم به همین نام معمولا اسم میبریم. حالا اگه بخوایم کردی کوک بکنیم باید سیم بالا رو به این صورت مجددا برخلاف عقربه‌های ساعت بکشیم به طرف بالا بچرخونیم تا روی فا ثابت بشه به این صورت. الان میبینین که ببینید دوتارمون کردی کوکه. حالا اگه پرده پنج هم بگیریم دقیقا مشخص میشه که دوتارمون کوک هست و حالا تازه شروع میکنیم به نواختن اون نغماتی که من خدمتتون گفتم. و اما اگه بخوایم حالا از کوک فا به کوک ترکی بریم باید یه مقدار باز برخلاف عقربه‌های ساعت بچرخونیم اینو تا به جی برسه یا به سول برسه و دو سول میشه کوک ترکیمون به این صورت. معمولا تو کوکای ترکی شست هم گرفته میشه و به این خاطر این سیم بالا در دوتار شمال خراسان خیلی کاربرد داره، ولی خب تو مرحله مقدماتی مقداری ما فعلا ضرورت نمیبینیم که حتما هنرجوی عزیز شست هم بگیرم. به این دلیل که یه مقدار کیفیت سازشون میاد پایین موقع اجرا کردن. این در مورد استاندارد کوکی بود که معمولا برای خانوم ها و برای دوتارهای بی کلام استفاده میشه. هیچگاه آقایون نمیتونن با این کوک با صدای واقعیشون بخونن مگه اینکه بخوان با صدای ساز صداشون رو آماده بکنن. به عنوان مثال وقتی که من مثلا یه آهنگی دارم میخونم که با این کوک هست، من مجبورم که صدای واقعی ما بروز ندم و صدای سازمو هم همراهی بکنم بیست یا در گام پایین تر بخونم. دل منی ارمان 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 نالا نالا یاره نالا نالا. این صدا سازیه که با ساز دوتار ما انجام دادیم که اغلب حالا بیشتر هنرجوهای عزیز چون دیگه مثل قبل صدای شیشتونگی ندارن مثل خیلی از هنرمندای خاص، معمولا از این نوع ساز استفاده میکنن و فقط میخوان زمزمه ای در کنار ساز داشته باشن. و اینه که ما توصیه میکنیم که اگر صدای بالایی ندارن گام صداشون رو نمیشناسن هیچ موقع با این کوک با صدای واقعی نخونن که حنجرهشون آسیب میبینه.
و اما توی جدول ما میتونیم کوکای دیگه ای هم حتی داشته باشیم، یعنی مثلا بیایم پایین‌تر، اما اگه میخوایم بخونیم میتونیم بیایم تو گزینه سول یا جی. سیم پایین رو جی کوک بکنیم، ولی منوط به اینه که دوتارمون جواب بده. بعضی دوتارا مثل همین دوتار خودم برای کوکای بالاتر ساخته شدن، کوکای پایین یه مقدار کیفیتشون میاد پایین. خب سیم پایین رو سول بود، سیم بالا رو طبق جدول باید روی سی یا روی دی کوک بکنیم. روی دی کوک کردم، شد باز همون کوک نوایی یا ترکی. این برای خوندن آقایون مناسب تره. الان من راحت میتونم با این با صدای واقعی هر آهنگی رو خواستم مثلا اجرا کنم. و قربان بجن و باله بجن بلنده، صدای واقعی بنده است با صدای واقعی ساز رو کوک سه. و قربان بجن و باله بجن بلنده، گل دگر یا لناب ماله بجن بلنده، متر نخارج جماله بجن بلنده، بجن بلنده شیرین زند میناخنده، جا چار باغ رد دوم گلک و منده گلک و منده. خب اینم توضیحات بود در مورد کوک دوتار شماره خراسان که امیدوارم فعلا در مرحله مقدماتی حتما از نرم افزار استفاده بکنید تا کم کم گوشتون قوی تر بشه و تشخیص بدید که کی صدای دوتارتون کوک است. ولی هیچگاه بدون کوک کردن ساز دست به زدن آهنگ ها و نغمات نداشته باشید. حتما ویدیوهاتون رو حتی از کوک نمودن سازتون برای ما در سینماک ارسال بفرمایید.